دلایل خرید مجدد شیبا توسط نهنگ ها چیست؟ سلامی دوباره به شما همراهان همیشگی چنل کریپتوی جنسی. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز قصد داریم که در ادامه به بررسی دلایل خرید مجدد شیبا به وسیله نهنگ ها بپردازیم. راستی، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنین و اونو به دوستاتون معرفی کنین. با توجه به گزارش منتشر شده از سوی پورتال تحلیلی دنیای ارزهای دیجیتال کریپس آی، یک سرمایه گذار بزرگ ناشناس در طی بازه زمانی چند روز اخیر به خریداری 730 هزار دلار شیبا اینو پرداخته که چیزی حدود 70 میلیارد توکن شیب به حساب میاد. در طی بازه زمانی 7 روز اخیر 833,498 دلار به جهت خرید توکن این کریپتوکارنسی از سوی این نهنگ ارز دیجیتال هزینه شده. این سرمایه گذار به صورت کلی دارای 31.15 میلیون دلار توکن شیبا اینو در سبد خودشه که معادل 3 تریلیون توکن شیبه. این خرید بزرگ در روزی صورت گرفت که قیمت شیبا بیشتر از 7% کاهش پیدا کرد. پس از باز شدن معاملات هفته جدید در 0.4 تا 0.11 دلار، قیمت اون به حدی پایین اومد که تنها در یک لحظه یک صفر دیگه به ارزش اون اضافه شد. با تمامی این اوصاف، از هنگام افت دردناک دیروز یک سرمایه گذار احتمال داره از طریق خرید به موقع موفق شده باشه 2 تا 3% سود از خرید خودش کسب کنه. بر اساس وسواس این نهنگ نسبت به شیبا و با توجه به اینکه این ارز دیجیتال بعد از اتریوم دارای بیشترین سهم در سبد سهام اونه، کاری دشواره که بتونیم بفهمیم این نهنگ کیه و آیا به صورت مستقیم به پروژه شیبا وابستگی داره یا نه. با توجه به آماری که ویل استاتس منتشر کرده، در بین تمامی ارزهای دیجیتال غیر از اتریوم، شیبا 73% از سبدهای خرید رو به خودش اختصاص داده. همچنین شیبا اینو همچنان سهمی عظیم در پورتفوی 100 نهنگ بزرگ اتریوم رو دارست. با توجه به همین داده‌ها که پیشتر به اون اشاره داشتیم، 5.11% از تمام پورتفوی کل این گروه از سرمایه گذاران در اختیار توکن شیباست که معادل 126.4 میلیون دلاره. خب، یه ویدیوی دیگه هم از سری ویدیوهای چنل کریپتو ایجنسی تموم شد. حالا نوبت شماست که ما را از نظرات و تجربیات خودتون بهره مند کنید. نظر شما راجع به فعالیت نهنگ‌ها در بازار شیبا چیه؟ فکر می‌کنید این فعالیت در بازار شیبا و آینده اون چه تأثیری خواهد داشت؟ اگه ویدیو مورد پسند شما بود، لایکش کنید و با دوستاتون به اشتراک بذاریدش.